بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به دانش آموزای عزیزم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امروز گفتار یک تموم میشه، مباحث پایانی این گفتار خدمتتون میگم و نکاتی مربوط به این ساقه تخصص یافته ای که مثل ریزوم، مثل قده، مثل پیاز، مثل ساقه رونده که برای طول مثل غیر جنسی تخصصی شدن و در انتهای گفتاری که میریم سراغ فن کشت بافت. بریم بچه ادامه بدیم بحثمون رو، بریم سراغ بحث تخصص یافته. اگر خاطرتون باشه بچه‌ها، جلسه قبلی با هم مفصل صحبت کردیم در تو تولید مثل غیر جنسی. بهتون گفتم بچه‌ها تولید مثل رویشی که همون تولید مثل غیر جنسی که از بخش‌های رویشی گیاه استفاده، رویشی‌ها کیا بودن؟ برگ، ریشه، ساقه. با هم صحبت کردیم. مدل‌های مختلف هم دیدی، از برگو دیدی، برای بنفشه آفریقایی بهت گفتم، ریشه اون درخت آلوبلوار دیدی، ساقه هم که مفصل صحبت کردیم. ببین جلسه قبلی بهت گفتم یه سری گیاه هستن از ساقهشون برای تولید مثل رویش غیر جنسی استفاده میکنن، ولی این ساقه برای این کار تخصصی نشده. بهتونم گفتم مثل گیاه برگ بیدی، ولی این جلسه میخوایم بریم سراغ ساقه هایی که برای تولید مثل غیر جنسی تخصصی شدن، مثلا ویژست برای این کار. ولی الزاماً بازم تاکید میکنم اگر یه گیاهی رو بهت گفت که توسط ساقهش داره تولید مثل غیر جنسی میکنه، الزاماً به این معنی نیست که جزء این تخصصی یافته باشه. میتونه مثلا همین گیاهان برگی بیدی باشه، گفتم از ساقهش برای تولید مثل رویشیش استفاده میکنه، ولی جز این تخصص یافته ها نیست. اینایی که اینجا میخوایم با هم بررسی کنیم تخصصی ویژه شده برای تولید مثل غیر جنسی. نکته به نکته این متن خیلی مهمه، مقایسه اینا خیلی مهمه که یه جونم به این تختم براتون نوشتم، میریم پای تخته از مقایسه اینا. شکلش هم خیلی مهمه، با هم تحلیل میکنیم. وارد متن بشیم. تخصص یافته ها انواع ساقن کاملا مشخصه که هر چهار بزرگی هاری که این بچه اینجور نام میبره ساقن دیگه که تخصصی شدن برای تولید مثل غیر جنسی. در گیاهان وجود دارد که برای تولید مثل غیر جنسی ویژه شدن، زمین ساقه یا ریزوم که بچه بیشتر تو حساب ریزوم بازی میکنه که حالا بدون اسمش هم زمین ساقه است دیگه، مثلا ریزوم یا همون زمین ساقه یکیه. قده، پیاز، ساقه رونده، این چهار بزرگی ها رو داره نام میبره، نمونه هایی از ساقه های ویژه ای که برای تولید مثل غیر جنسی هستن. دونه به دونه بریم با هم بررسی کنیم. اولی زمین ساقه یا همون ریزوم. به طور بچه اونجایی که بهتون میگم و خط بکشید، به طور افقی زیر یه چیزی بهتون میگم بچه همینجا، به طور کلی برای زیستتون، من اینو دیدم مثل دانش آموزا برای زیستشون خط بکشید مثلا با مدا، اولا با خودکار اصلا این کارو نکنه، تمیز با مدا که مثلا اینشو پاک کنی، جون خودکار خط خطی میشه، کتاب کثیف میشه. با مدا هم میخوای خط بکشی، زیر دیدم کلشو خط کشیده، مثلا دانشجو یکی از بچه‌ها خیلی دانش آموزان به اون رفیقش حرف قشنگ زد، گفت خب اون جایی که مهم نبود حداقل خط می‌کشید، چه کاری همه رو خط کشیدی؟ بعد گفت آخه زیسته، آخه همش مهمه، خب مشخصه، خب زیسته همش مهمه. من که به شما گفتم این بغل دو تا نکته رو بشه اونم بخون، فعالیتی فه همه رو باید بخون، اون که مشخصه همه رو باید بخونی، این که بهت میگم زیرش خط بکش بچه‌ها، نه که همه رو برداری بریزی، اون که باید همه‌شو بخونی، بولدا رو زیرش خط بکش که وقتی داری اینجا رو میخونی یه سری چیزا تو چشت خیلی بولد بشه، تک کلمه‌ها یه سری چیزای ویژه صورتون باشه، نه کلشو خط بکش. الان برای زمین ساقه ریزوم اینا که بهت میگم خط بکش بولد شه. کلمه افقی زیر خط، افقی دیگه میدونی افقی عمودی، افقی به طور افقی، ببین ساقه‌ایه که به طور افقی اینور اینجوری زیر خاک روش میکنه، زیر خاکیه، بیو هم اسم بذاریم زیر خاکی، زیر خاکی افقی. همانند ساقه هوایی هم جوانه انتهای جانبی داره. ببین تو یه مقایسه داره دیگه، همانند فلانی اینم داره، خب این ویژگی که خیلی مهمه که یاد باشه این ریزوم هم جوانه انتهایی هم جوانه جانبی رو داره. فقط یه نکته، داخل پاکت تو مقایسه اینم بهت گفته، یعنی اینجا بهت گفت ساقه هوایی همانند ساقه جوانه انتهای جانبی هم داره، یعنی این خودش هم یادت بمونه که ساقه هوایی هم جوانه جانبی و هم جوانه انتهایی که باشه، این انتهایی هم انشالله موقع جلوتر هی رأسی رأسی میکنه که تا منظورش همین انتهایی است، بدونه میگه رأسی رأسی منظورش همین، پس فرق نمیگه جوان رأسی همینه. حالا کاری نه، اینو میخوام بهت بگم، پس این ویژگی که اینجا مهمه اینه، افقی زیر خاک، انتهایی و جانبی زیر این سه تا خط میشه که یادت بمونه، افقی زیر خاک روش میکنه، دارای جوانه انتهایی و جانبیه، مثل کی؟ مثل اون ساقه هوایی، اونم همینجوریه جانبی و انتهایی داره. این ساقه به موازات رشد افقی خودش زیر خاک پایه‌های جدیدی در محل جوانه تولید میکنه. آقا کلمه مهمش کجاست قد بکشم؟ موازات، یعنی موازات رو در حین اینکه داره رشد افقیش انجام میده پایه‌های جدید محل جوانه ها
پایه جدید از محل روشک خیلی قشنگ نشونتون در محل جوانا تولید بود. زنبق زیر نمخط بکش، نمونه که خیلی باید بول باشه تو زنه دیگه. وقتی روزه میخونه برای تو تست زنبق و میاره دیگه اصلا کاملا مشخصه دیگه، خودتو آماده کن برای ریزومه. زنبق از گیاهانیست که زمین ساق دارد. این نکات متنیشه ها، میریم روشک مفصل را توضیح میده. قده ساقه اینم زیر زمینیه، زیر خاکیه اینم، که به علت ذخیره ماده غذایی متورم شده. حالا دوست داری مثلا ذخیره ماده غذایی هم بد نیستش، خاطر کشی ولی زیر زمینی ماده. سیب زمینی چنین ساقه‌ایه. من آقا سیب زمینی که پوست می‌کنی می‌خوری؟ داستان حالا نه اینکه پوست بکنی خام بخوری، نه مثلا می‌پزی اینا، سیب زمینی هم ساقه است. ما ساقه اینو می‌خوریم دیگه. مثلا پیاز که بچه‌ها می‌خوریم برگشه. چغندر مثلا شلغم ریشه است. اینا همینه دیگه. الان این قده رو داری تو میخوری، قده چیه؟ ساقشه. ساقه شما میخوری، اون سیب زمینی بنده خدایی که بوس میکنی این ساقه است. که اون ساقه کدوم ساقه است؟ ساقه تخصصی است برای تولید موسیقی ریجنسی. جمله باحالی شد. هر یک از جوانب تشکیل شده در سطح، اینم خیلی مهمه، هر جوانه سطح، هر کدوم از این جوانا که تو سطح این قدهه، قده سیب زمینی ساقه تخصصی برای تولید مثل غیر جنسیه، به یک گیاه تبدیل میتونه بشه. این خیلی مهمه، هر کدومشون، هر تابستون چقدر گفتم قید کلی فراگیر، جوانه در سطح این ساقه. برای تکثیر سیب زمینی اونو به قطعه های جوانه دار، اینم خوبه زیش خواهد بکنی. حالا اینم بد نیست، از اون جایی که مثلا بگشی بد نیست، ولی خب اونا مهمتر و در خاک میکنن. پیاز بیرون سراغه ساقه تخصصی بود. ببین بهتون بگم بچه‌ها، این پیاز که اینو می‌بینید، ببین بچه‌ها قالات تو میگی پیاز، آبگوش می‌ذاری کنار پیاز، این میاد تو ذهنت. گیاه پیاز هم داره چنین ساقه هست، این اوکی. ولی الان آقا برای نرگس و لاله هم بهت میگه، وقتی میگیم نرگس و لاله پیاز دارن، دانشجو میگه نرگس و لاله پیاز داره، این میاد تو ذهنت. بابا پیاز اسم اون ساقه تخصصی است. حالا به اون گیاه که تو برگاشو می‌خوری، اون که داره شما می‌خوری کنار مثلا آبگوشت اینا، اون برگاست که حالا آبگوشت هم متاسفانه گرون شده، برگاشه، اون برگر رو داری میخوری. حالا اینو میخوام بهت بگم، اون فقط میاد تو ذهنت، نه این پیاز اسم اون ساق تخصصی است برای تولید مثل غیر جنسیه. اینو یاد باشه. برای همین مثلا میگیم نرگس بله پیاز داره، بگو بله پیاز داره، بهترین پیاز. پیاز ساقه زیرزمینی، جای مهمش اینم زیرزمینی. تا اینجا متوجه شدی بچا زیرخاکی 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 زیرزمینی ان؟ آقا چرا اینقدر تاکید میکنی؟ بخاطر اینکه میخوام بگیم ساقه رو روه. آها یکم مقایسه شو. زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند. بچه اصلا این دیگه خیلی لو میده تستو. این اصلا ساقه‌ای برای تولید مثل غیر جنسی که تکمه ما اصلا تکمه مانند یه جمله تابلوه. یعنی اصلا اومد متوجه شو که بعد بری سراغ بحث پیاز که برگ‌های خوراکی با هم متصله. زیر متصل خط بکش. اصلا اینو من با این کار ندارم. متصل یادت بمونه. برگو به این متصل، این کلمه متصلش هم باید. پیاز خوراکی چنین ساختاری دارد. نرگس و لاله پیاز دارن. ببین نه که اون پیاز، نه نرگس و لاله اون ساقه تخصصی پیاز برای تولید مثل غیر جنسی. از هر پیاز تعدادی پیاز کوچیک تشکیل میشه که حالا هر کدومشون خاصگاه یک گیاه جدید میشه. داستانش چی؟ ببین از هر پیاز دوره نری تو اون پیازا، نرو اون ساقه تخصصی برای تولید مثل غیر جنسی رو داریم میگیم. از هر کدوم از این ساقه تخصصی برای تولید مثل غیر جنسی که اسمش پیازه، تعدادی پیاز کوچیک، نه اینقدر پیاز، نه تعدادی این ساقه برای تولید مثل غیر جنسی کوچیکترش که اسمش پیازه، تشکیل میشه که این هر کدومش خواستگاه یعنی منشأ بچه‌ها تبدیل میشه به یه گیاه دیگه. نکته مهمش اینه، اینجا دیدی تو زمین ساقه، اینجا داستانی که داشتیم پای جد از محل جوانه داشت، اینجا جوانهایی رو سطح میبینی، ولی اینجا داستان متفاوت شد. یعنی اینجا اون ساقه تخصصی تو برای تولید غیر جنسی اول به چند تا دوباره ساقه این همون پیاز کوچیکتر تبدیل میشه. بعد هر کدوم از این پیاز کوچولوها، کوچیک منظور اون ساقه تخصصی است، باز دارم میگم اینا میشه منشأ گیاه بعد. اینا مقایسه‌اش. ساقه رونده اینم افقی روی خاک. آها آقا این افقی، اینم افقی، آی باریکلا. یه نکته بهتون میگم، حالا پای تختم براتون نوشتم توی این مقایسه، یه کد عالیه برات. اگر کلمه افقی، چون ببین تست هم اینجوری دیگه، این چهار تا هم هست عالیه برات تست. یعنی یه روزه بخونه بگه کدومه قشنگ. گزینه یک زمین ساقه، گزینه دو قده، گزینه سه پیاز، گزینه چهار ساقه رم. یه چهار تا گزینه مشتی هم داره. حالا تو باید اینو تحلیل کنی ببینی کدوم ایناست که داره برات روزه میخونه.
کلمه افقی، رشد افقی دیدی، یه حکم قطعی بکن. افقیه تو میدونی زمین ساقه یا ریزوم یا ساقه رونده است. نکته مهمش اینه، اگر اومد گفت رشد افقی نداره، بگو 100% زیر خاکیه، زیر زمینی. ولی اگر گفت افقیه، اینجا تو نمیاد نتونی 100% حکم کنی که الان روی زمین یا زیر زمین، چون میتونه مثلا زمین ساقه زیر زمین، زیر خاکی باشه، این رو زمینی باشه، رو خاکی باشه مثلا اسم. ولی اگر دیدی گفت به صورت افقی رشد نمیکنه، این حکمت قطعی، بگو 100% زیر زمینه. برای همین کلمه روی زمین، روی خاک فلان آورد، خط بکش روش. پس این افقی، اینم افقی، این روی خاک، این زیر زمینی، زیر زمین یعنی زیر خاکی بگیم، بین خودمون بمونه، زیر خاکی، زیر خاکی، زیر خاکی، رو خاکی رو، ولی این افقی، اون بالایی هم ریزوم هم افقی. گیاه توت فرنگی، مثالاشون هم دیگه مهمه دیگه. برای پیاز بهتون گفتم خود پیاز، برای گیاه پیازی که مد نظرمونه هم بزرگوار نرگس و لاله. برای قده سیب زمینی که دیگه خیلی اصلا قده اومد سیب زمینی بیاد جلوی چشم شد دیگه. ریزوم هم که زنبق، خیلی بچا زنبق هم، چون یکی ببین با اینا آشنایی، با این پیاز هم هی آشنایی، با اون یکم زنبق، یکم با این شاید دور باشی، اینا حواست باشه. روزه زنبق اون برو سرق زمین ساقه، همون ریزوم و ساقه راندم توت فرنگی. یه چیزی هم بهتون بگم آقا، یعنی فقط اینا هستن که مثلا این نوع ساقه دارن؟ نه، ولی یادت باشه وقتی اسم اینا رو برات میاد، مثلا بدونی بین برای خودتون میگم، یعنی برای کنکورتون نیست، مثلا این زمین ریزوم هست، سرخس هم داره. برای همین بهتون میگفتم بچا تولید مثل غیر جنسی در خز و سرخس هم دیده میشه، ولی ما کلا تو فصل 8 اصلا صحبتمون کاری به اونها نداریم، ما صحبتمون نهاندانگان. ولی منظورم اینه، شما ولی نیازی نیست بدونه آقا مثلا اینو دیگه کی داره، اینو دیگه کی داره. تو همین مثالی که کتاب، چون رفرنس کتاب در همین حد هم تستا میاد، نگران نباش. زمین ساقه زنبق، قده سیب زمینی، پیاز خود پیاز و لاله و نرگس. این یکم تو مثالات حواس لاله و نرگس اینی حواس ساقه رونده توت فرنگی تو ذهن باش. گیاه توت فرنگی ساقه رونده دارد، گیاه توت فرنگی جدیدی در محل گره ها ایجاد میشه. و بازم تاکید، تو میدونی در محل گره ها جوانه هایی هست، جوانه جانبی میدونی در محل گره، بهتون گفتم دیگه، جوانه‌ای که در گره و میان گره داریم جوانه جانبی. پس اینجا میبینیم باز گیاه جدید است، رشد این جوونهه، اینجا جوونهه، اینجا جوونه، این یه تفاوت که اینجا داستانش فرق میکنه. ساق تخصصی برای تولید مثل غیر جنسی هست که بهش میگیم پیاز، این تبدیل میشه به یه تعدادی دوره ساقای کوچکتر برای تولید، اسمش گذاشتیم پیاز، چون هی دارم تاکید میکنم ساقه منظورم پیاز نه، یا تو ذهن به این ساقای کوچیک‌تر، پیاز کوچیک‌تر تصویر، اینا هر کدوم میشن منشه. ببین این بحث تکثیرش با اونا ولی رشد جوانه بودن. این محل گره برای این حواست باشه و میدونی در گره جوانه جانبی داریم. بریم صفحه بعدی رو شکل. شکل شکل درجه کو خوبیه، فکر کنم اینجوری میتونم همشونو بره توی شکل جا بدم. یه تحلیل مجلسی با هم داشته باشیم، بریم پایتخت اینم برای خودتون جزوه بنویسیم. روی شکل بچه ها میبینید زنبق رو داره بهتون نشون میده، گیاه سیب زمینی رو بهتون نشون میده، گیاه پیاز رو داره بهتون نشون میده، گیاه توت فرنگی رو داره بهتون نشون میده. علاوه بر این که بچه ها الان اینجا میخوام با هم اون ساقایی که برای تولید مثل غیر جنسی تخصصی شدن که اصلا موضوع صحبتمونه با هم تو شکل تحلیل بکنیم، علاوه بر اون بچه ها یادتون باشه تو شکل وقتی داره زنبق رو بهت نشون میده، گیاه زنبق رو، اونو که داریم تحلیل میکنیم ریزوم و زمین ساقه رو، ولی تو داری گیاه زنبق رو میبینی، بعدن تو تست میتونه کل مثلا گیاه زنبق رو با گیاه پیاز، گیاه‌ها رو بیاد با هم مقایسه کنه. که الان لابلای صحبتم اول خود این بحث این ساقه‌هاشون رو، بعد خود گیاه‌ها با هم مقایسه کنه، بهت میگم نکاتش. ولی در مجموع یعنی حواست به این موضوع هم باش. اول بریم سراغ این ساقه‌هایی که برای تولمس غیر جنسی تخصص شدن، که اولام زمین ساقه ریزوم رو دارید می‌بینید. بچا می‌بینین زیر خاک افقی، این که تو متن می‌خونی به روش گیاهی چقدر قشنگ‌تر بر جا می‌افته. زیر خاک افقی، اصلا بچه این ستا رو بهش بگید زیر خاکی، بهتر تو ذهنت بشینه. زیر خاکی، زیر خاکی، زیر خاکی، رو خاکی. این رو خاکی هم هست که این رو بودن خیلی کمکت میکنه، که یا مثلا میگه ساقی که برای تولمس غیر جنسی تخصصی که رویه، یعنی این دیگه کدو بهت داد، ولی معمولا خیلی از سمت این نمیرن دیگه. اینو بیشتر با بحث خوابوندن که الان بهت میگم اونجاها یکم باش بازی میکنن، ولی بیشتر زیر میگن که یه گزینه حداقل هست چه با سه تا شکم باید ادامه بدیم مثلا که قشنگ ترش. علی حال داری میبینیم که افقی زیر خاک، یه نکته تو متن بهت گفتم با هم خوندیم خاطرت هست، گفتم که آقا ریزوم همانند ساقه هوایی داره جوانه جانبی و جوانه انتهایی همون رأسیه. اینو اینجا داشته باش. الان با یه نکته اینجا میخوام بگم ممزوج کنیم، اینو الان داری بچه اینجا میبینید
ریشه های افشان از این ساقه که برای دلمسه غیر جنسی تخصص شده، همین ریزومه انشاب گرفته و رشد کرده. بچه‌ها می‌بینی؟ میگه آره آقا داریم می‌بینیم. سوال میکنم ازت، از کجاش؟ میگه از کنارش، از جنبش. آی باریکلا، این دوتا رو حالی به هم ممزوج کنیم. مگه تو نمیدونی که این جوانه جانبی و جوانه انتهایی داره؟ آره آقا، اینو بنویس برا خودت. ریشه های افشان از محل جوانه های جانبی این ریزومه زمین ساقه رشد کرده. و آقا انتهایی چی؟ رأسیه چی؟ این بزرگا رو میبینید بچه، این ساق و برگی که سبز شده اومده، اونم از محل اون جوانه انتهایی یا رأسیش. بیام این یکی اینم بگیم که بچه، حالا گفتم خود گیا رو مقایسه میکنم، الان بهتون میگم که مثلا بچه یه نکته خیلی، بذار همینو بهت بگم، نکته خیلی خوب یادش بمونه اینه. اینجا بچه شما میبینید که از ریزوم این ریشه ها انشاب گرفتن. اینجا میبینید این ساقه‌ای که تخصص شده برای دلمس غیر جنسی، اینجا میبینید که این ریشه های افشان از اون ساقه‌ای که تخصص شده برای دلمس غیر جنسی که اینجا بهش میگن بیازه، اینجا انشاب گرفته. ولی در اینجا این داستان نیست. برای همین بهتون میگم این نکات کلیش هم بهش دقت کن. اینجا این ریشه های افشان از ساقه زیرزمینی غیر تخصصی برای دلمس غیر جنسیش که غیر قده، این قده ای است برای تخصص شده برای دلمس غیر جنسیش، ولی ریشه افشان از این ساقه که اینم زیرزمینی ها، برای سیب زمینی حواست باشه، اینم زیرزمینی، یعنی دو نوع ساقه زیرزمینی داره سیب زمینی، این یکیش از این انشاب گرفته. حالا میریم روی این برای توضیح مفصل میدم. خب اینو بهت گفتم، حالا واقعا بیایم روی این گیاه سیب زمینی. علاوه بر این که بچه بیرونشو ببین، کل گیاه ها ببین که بله بیرون هم ساقه و برگ داره و سبز شده اومده بیرون، در زیر خاک دو نوع ساقه داره. برای گیاه ها گفتم مقایسه میکنن. بچه ها تن اینو برای خود بنویس، بین این چهارتا فقط و فقط گیاه سیب زمینیه که مثلا گفت گیاهی که در زیر خاک دو نوع ساقه، فقط اینه، دو نوع ساقه زیر زمینه، فقط اینه که با هم اسم بذاریم. این که قده است، ساقه تخصصی برای دلمس غیر جنسی، بهش میگیم ساقه زیرزمینی قده‌ای، بگیم ساقه زیرزمینی غیر قده‌ای. که بچه شما هم دارید میبینید دیگه، این غیر قده‌ای نازک‌تره، قطرش کمتره تا اینکه مثلا گوشتی و گنده‌تر رو میدونیم دیگه. چرا متورمه دیگه؟ به خاطر اینکه ذخیره ماده غذایی نشاپور نشاسته است دیگه. و نکته مهمش هم اینه، از این بچه ها ریشه های افشان از این انشاب نگرفتن، اینجا از اون ساقه که تخصصی شده بود، اینجا هم همین، ولی اینجا این داستان نیست، از اون ساقه که تخصصی نشده ولی زیرزمینیه، این غیر قده ای از اون انشاب گرفت. رو سطحش هم بچه میبینید خط خط خط، اینا چیه؟ جوانه های روی سطح بود، بهت گفتم زیرش خط بکشی، اینجا داریم میبینیم. اینجا بریم گیاه پیاز رو ببینیم. برای خود گیاه پیاز بچه یه نکته کلی و نکته خوب که بهت گفتم گیاه رو ببینی، برای این گفتم دو نوع ساقه زیرزمینی، ساره میگه گیاه سیب زمینی دیگه، برای پیازم اینم نکته خیلی خوبه بچه، از بین این چهار تا فقط و فقط گیاه پیازه که برگ زیرزمینی داره، ولی نه اینکه همه یه برگ گیاه پیاز زیر خاک باشه و زیرزمینی باشه، نه، این سبزه رو داریم میبینیم، این سبزه که هست اینم برگشه، برگ بیرون از خاک هم داره، ولی از بین این چهار تا فقط اینه که زیر خاک برگ داره، یعنی واژه برگ زیرزمینی فقط برای اینه که اینو یادت باشه وقتی داره میگه گیاهی که دارای برگ زیرزمینی هست و فلان، آقا یعنی کل هستی فقط؟ نه، اینجوری نمیخوام بهت بگم، ولی تو بهت گفتم بارها بارها دارم تاکید، تو این موضوع تو چهار نفر رو میشناسی، البته تو بحث این ساقه هست تخصصی برای پیاز، اسمشو میگیم پیاز، میدونی لاله و نرگس هم هستا، ولی داری تحلیل میکنی، تو این چهار نفر رو میشناسی و در حد همین چهار تا هم تو دستات میاد، حواست به این موضوع پس باشه وقتی داره بهت کد میده دو نوع ساقه زیرزمینی، تو بیا سمت سیب زمینی، یعنی برو که اون تست اونجوری بزنی. علایار پس کد خوبی برات که برگ زی... که این برگ خوراکیه، که این برگ است که میذاریم کنار گوش، داستانش اینه، ساقه تکم مانند کوتا میبینیش، ببینی به چش خیلی بهترم تو ذهنت میشه که متصل است، میبینیم اتصالشو به این برگه که کاملا بچه این مجموعش هم میزنه پیاز. آره دیگه، به خاطر اینکه بچه این ساقه با این برگه متصل، کلشو بهش میگیم پیاز. و اینم نکته مهم که ریشه های افشان از این ساقه ای که تخصصی شده برای دلمس غیر جنسی که کاملا اینم مشاهده میکنی. و آخرین بزرگوار که دیگه اینم بگم و بریم پای تخته، گیاه توت فرنگی هست، ساقه روندهشو میبینی بچه، ساقه رونده میبینی، افقی بودنشو، افقی افقی، بهت گفتم تو تستا وقتی داره میگه ساقه که برای دلمس غیر جنسی تخصص شده که نمیتواند افقی روش کنه، یه حکم قطعی، نگو اینه یا این، ببین نگو مثلا فقط سیزن، نگو فقط بیازه، ولی بگو قطعا زیر خاکیه، یعنی یکی از این دوتاست. حالا
اگر که افق رشد میکنه اینجا دیگه روخاکی زیرخاکیش نمیتونی بگی یا چون ممکنه مثل ریزوم زیرخاکی مثل خود رونده روخاکی باشه، ولی نمیکنه خیلی راحت میتونی بگی که حداقل زیرخاکی. تا حالا متن ادامه بدی ببینید کدوم از این است. بچه‌ها میبینید این ساقه تخصصی برای تولید مثل غیر جنسی سبز رنگه، ولی تو این داستانا ساقه تخصصی سبز رنگ نبود، زیر خاک بودن و این سبز رنگه که بیرون خاکه. که من اصلا رنگ سبز رو دارم میگم دنبال چی میگردم؟ فوتوسنتز، یعنی این ساقه است که توانی ساقه تخصصی که برای تولید مثل غیر جنسی که توانی فوتوسنتز داره و مباحث فوتوسنتز رو میتونه باش ترکیب بکنه. به این دقتم داشته باشید. ساقه رونده رو بچه‌ها بهتون گفتم با بحث خوابانیدن ترکیب میکنه، یکم با اون بحث قاطیش میکنه یادتون باشه. خوابانیدن ببین این طبیعیه، خود به خود انجام میشه تو هستی، ولی اون داستان انسانیه، ما به زور میگیریم میاریم. برای اون ساقه یا شاخه گفتیم خوابانیدن، اینجا فقط ساقه است موضوع ما، ساقه رونده است. ولی یه نکته خیلی مهمش اینه بچه‌ها وقتی ناکن پایه جدید میخواد از محل گرتون متن بهت گفتم اونجا هم همین بود، گره بود یا تو خوابانیدن این ویژگی مشترکش اینا گرهه، اینو یادتون باشه که کاملا در شکل ببینید و برگاش هم میبینید که بیرون حالا برگ و ساقه هم میبینید که بیرون سبز رنگ هست و سبز رنگ بودنه همیشه برای تو کد که میدونی یعنی بحث فتوسنتز که و ساقه رونده برای توت فرنگی است. برای توت فرنگی بودنه گفتم خود این طرف هم یادت باشه، مثلا دیگه تو تست میتونه اینجوری بگه که در گیاه توت فرنگی تو دیگه روزه این بیاد تو ذهن دیگه کامل بیاد تو ذهن که موضوع ما میخواد بره به سمت ساقه رونده. بریم پای تخته. این نمودار حتما بچه‌ها برای خودتون جزاتون بنویسید که یه چند تا مقایسه است که خوبه به درتون بخوره تو تستا کمکتون میکنه. ریزوم قده ساقه رونده گیاه جدید از رشد جوانان، اینو لابلای صحبتام بهتون گفته بودم، برخلاف پیاز که گیاه جدید از پیازهای کوچیک. این پیازم بازم تاکید میکنه منظور اون ساقه های تخصصی برای تولید مثل غیر جنسی است. روششون بس مینی برای گیاه جدید متفاوت، اون سه تا اونجوریان، این از رشد جوانان ولی این از پیازهای کوچیک‌تر. فقط ساقه رونده است که بچه روی خاک رشد میکنه، این فقط ها بهتون گفتم روخاکی این کد اینه، اونای دیگه یعنی زیرخاکی نیست، اونا زیرخاکی هست. فقط ساقه رونده است که سبز رنگه و دارای توانه فتوسنتز. فقط ساقه رونده و ریزوم افقی رشد میکنه، خود افقی هم بهتون گفتم کده که حالا میگه افقی رشد میکنن، این دوتا میاد تو ذهنت ولی نمیتونی زیرخاکی روخاکیشو بگی، ولی رشد نمیکنن، افقی رشد نمیکنن کد قطعیه، برای قطعا زیرخاکی که حالا باید بررسی کنم که سیب زمینی یا پیازه. یه نکته برای خود بچه پیازه بهتون میگه، برای گیاه پیازه یادتون باشه بچه این گیاه پیازه یه ویژگی قشنگی داره، علاوه بر اینکه بهتون بازم تاکید میکنم برگ بیرون از خاک هم داره، ولی زیر خاک برگ، ساقه، ریشه، میبینی اندامای رویشی سه تاشو با هم زیر خاک در این میبینی که فقط خاصه اینا، تو اون چارت فقط خاصه این، از این ویژگی که گفتم گیاه میخواد مقایسه کنه. فقط قده ذخیره غذایی داره که اینم باز کده برای ساقه ای که تخصصی شده برای تولید مثل غیر جنسی که ذخیره مواد غذایی، برو سمت قده و برو سمت گیاه سیب زمینی. ساقه افقی رشد نمیکنه که اینو بارها گفتم، تو حکمت اینه که قطعا زیر زمینی، حالا باید بررسی کنی پیاز یا قده است. این فعالیت هم بچه برای تو بخونم اگه چیز داشت خدمتتون بگم، اگرم که نه بحثمون ادامه بدیم. فعالیت دو الف، نمونه های از ساقه زیر زمینی رو به کلاس بیارید، در گروه خود مقایسه کنید که خودتون میدونید. به شلغم سیب زمینی رو با هم مقایسه کنید، آیا شلغم همونده سیب زمینی ساقه است؟ نه. پس اینو گوش کنین، اون بخش خوراکی سیب زمینی هست، اون قده است دیگه. قده چی بود؟ ساقه بود که حالا میدونید دیگه، برای تولید غیر جنسی تخصص شده، ولی ساقه است دیگه. شلغمی که شما میشناسید، اون بخش خوراکی برای زمستون میخوری سرما خوردی گوش شلغم میشناسیش، اون ریشه است، مثل این ساقه نیست. حالا اینو برای خودت میتونید داشته باشی بدونید. بیشتر بدونید بخونم، بازم تاکید بچو بیشتر بدونید در کنکور شما نمیاد، ولی حالا برای خودتون میخورن تسبید خواهد. گندم اینو مانند مرد که زمین ساقه داره، ببین این گیارم شما میبینید مرد که زمین ساقه یا ریزوم داره، ولی یادت باشه وقتی توی تسبید میگه گیاهی که داره یا ریزوم فلان، تو ذهنت بره سمت زنبق، به این کاری اینم داره ولی به این کاری نداشته باش، این تو بیشتر بدون درگیر زنبقه باش، درگیر این نباش، ولی بدون این بزرگوارم من دقدام مرقم زمین ساقه یا ریزوم داره که زمین اشکال وسیع از خاک در تسبید آن نیز نقش داره. ادامه بدیم بحثمون رو، بریم سراغ آخرین بحثمون، فناوری و تکثیر گیاهان. اینم بحث قشنگ، خوب گوش کن. از فن کشت بافت برای تولید گیاهانی با ویژگی مطلوب و تولید انبوه در آزمایشگاه، این دو تا رو خط بگیش بچه‌ها، یادتون تو اون روشایی که با هم داشتیم مثلا پیوند زدنه بود، اینم انسانی بود، ما این کار انجام میده ولی تو محیط طبیعی بود. این روش فن کشت بافت اینم انسانی ما داریم انجام میدیم ولی در آزمایشگاه. چرا؟
میخوایم تکثیر کنیم گیاه تولید انبو. میدونید مخصوصا هم هست بیشتر برای گیاه تزئینی مثل ارکیده و گلدانی و اینا این کار انجام میده. آقا چجوری میخوام تکثیر کنم تولید انبو؟ چی کار میکنم؟ تو این فن یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی، زیر این هم خط بکش، یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کش گذاشته میشه. این محیط کشتم که محیط علکی نیست، دارای مواد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاهه. یاخته یا بافتی که گذاشتن در شرط مناسب که قرار میگیره با تقسیم میتوز، توده ای از یاخته همشکل. این همشکل بودنش آقا به چه معنی داره میگه؟ زیرش خط بکش، بالاش بنویس تمایز نیافته کار دارن باش. به وجود میاد که به این توده تمایز نیافته میگیم کال، کالوس هم میگن بهش. کال میتواند به گیاهی تمایز یابد، حالا تمایز پیدا کنه، تمایز رو میشناسی دیگه، که از نظر ژنی یکسانه. بله، به خاطر اینکه اصل تقسیم میتوز بوده. همه مراحل کشت باف در محیط کاملا سترون انجام میشن که این سترون بچه یعنی استریل، بی میکروب، تر و تمیز و شیک. حالا بیام پایین برای توضیح کامل بدم، تو شکلم ببینی، این شکل پشت من باشه که تو قشنگ، البته منو نگاه کن الان، حواست به من باشه. و داستان چیه؟ یه روش اینجا الان دیدیم، یه آخری فن کشته و یه روش آزمایشگاهی انسانیه که میخوام یه سری گیاهی که مورد نظرمونه تکثیرش کنیم، انبوه تولید کنیم. چجوری؟ یه یاخته یا قطعه از بافه برمیداریم میاریم. حالا آقا هر یاخته که دلمون کشید، مثلا دوست دارم تو بلنشی، نه، باید یه سری ویژگی داشته باشه، توانای تقسیم باید داشته، پس زنده باید باشه. نمیشه هر کی برداره دیوار چوبی داره که به دردم نمیخوره بردارم بیارم، پس این ویژگی باید داشته باشه. حالا برمیداری میاریش، حالا میخوام با تقسیم های پی در پی برام من یک توده یا تشکیل یک توده سلولی که این تمایز نیافته است که بهش میگیم کال. یعنی اون یاخته رو ببین، میتوز پی در مثلا یاخته، البته فقط هم یاخته نیست، بازم تکیه دارم، میتونی یاخته بیاری یا قطعه از بافت بیاری. ولی علی عیال برای من میخوام توده یه بزن، توده تمایز نیافته که بهش میگیم کال. سوال میشه برای میگه آقا اون یاخته که بنده خدا رو برش نیم آوردیم یا قطعه از بافت رو آوردیم، تو اون گیاهه مثلا اون بر آوردیم دیگه، تو اون گیاه داشت کار انجام میداد، تمایز یافته بود، اونجا تخصصی شده بود برای انجام کاری خاص، تغییر ظاهر کرده بود، اونو برداشتی آوردی، خودش یافته تمایز یافته بوده اونجا، آوردی گذاشتیش اینجا. خب این میتوز بده توده تو نمیشه این توده تمایز نیافته که. بله آفرین، دم این هوشت گرم. چیکار میکنن؟ برای همین بچه ها وقتی اون یاخته یا قطعه بافته آوردن، اصطلاحا میبرن در فرایندی به نام تمایز زدایی. ولی فرآیند مفصلیه، تو کنکور شما هم نمیاد، فقط در همین حد بدون که اونو برداشتن آوردن میبرن تو این فرآیند تمایز زدایی. این تمایز داشتن رو اینجوری ازش میگیرن، اینجوری بگم اصطلاحا ازش میگیرن که اینجا میگن اصطلاحا یاخته شد نامتمایز، این قطعه از بافته شد نامتمایز. حالا اینو برمیدارن تو اون محیطی که نمیدونم مواد برای رشد نمو و فلان و بی میکروب استریل و همون محیط درجه که قرارش میدن که برای من شروع کنه میتوز دادن، که با میتوز دادنش برای من کال اینجا میبینی، یک توده تمایز نیافته رو برای من ایجاد بکنه. کالوس هم گفتم بهش، میام تو تست شاید کالوس ببینیم که این الان برای من میشه یک توده تمایز نیافته. حالا از این توده تمایز نیافته این دیگه میتونه تمایز پیدا کنه، تخصصی بشه. این ساقه دیگه الان ساقه ایست تمایز یافته، ریشه تمایز یافته. برای خودت برای همین تو کتاب بنویس این داخل بنداز ببینید، توده تمایز نیافته، ساقه تمایز یافته، ریشه تمایز یافته هم هست. این بالا هم بچه ها یه دونه همین بیشتر بدنید داشت بزنید هم برات بخونم. بریم پای تخته یه جنبندی کلی به صورت نموداری هم برات بنویسم دیگه دعات کنم گفتار یک تموم میشه. بیشتر بدونید گیاه در شیشه با استفاده از فن کشت باف میتوان گیاه گلدار را در ظرفای شیشه‌ای پرورش داد. دمتونم گرم. این تخته رو بچه‌ها حتما برای خودتون بنویسید تو جزواتون. یه جنبندی خوبی هست براتون از مباحثی که داشتیم در گفتار یک، که صحبتمون چی بود در گفتار یک؟ تولید مثل غیر جنسی در نهاندانگان. و بازم تاکید میکنم ابتدای کار بهت گفتم تا پایان فصل 8 صحبتمون نهاندانه‌هاست. یادتون باشه همه این روزایی که داریم می‌خونیم گیاهمون نهاندانه است. تولید مثل غیر جنسی انسانی آقا یعنی چی؟ انسانی که انسان درش دخیله، آقا دخالت میکنه. مثلا تو قلمه زدن تو یه قطعه از ساق جمع داره برمیداری میاری، انسان داره برمیداره میاره دیگه. بازم البته تاکید میکنم بچه ها تو قلمه زدن تو این باید برات بولد بشه، قطعه از ساق جوانه داره باید برات بولد بشه، چون کتاب تو بحث قلمه زدن ساقه رو داره بهتون نشون میده و کتاب منبع و رفرنس کنکور تو. ولی بهت گفتم قلمه زدن فقط هم از ساق اینجوری حکم نکنی، فقط از طریق ساق نه، گفتم از طریق ریشه، از طریق برگم قلمه میزنن.
ولی ساقه رو به تو نشون داده، اشکالی هم نداره تو ساقه برات بولد بشه، ساقه‌ای که قطعی از ساقه جوانه داره. پیوند زدن چجوری بود؟ بهت گفتم اون پیوندکی می‌خواستیم اون پای پیوند بزنیم جوانه، یه دونه جوانه بود یا شاخه، یعنی تعدادی جوانه بود دیگه. به این پیوندکی که چندین جوانه بود بهش گفتیم شاخه. خوابانیدن ساقه یا شاخه، اینو باید برات بولد باشه تو ذهن. فن کشت بافت که همین روزه بود که الان داشتیم با هم می‌خوندیم که دیدید بچه یاخته یا قطعه از بافتمون تو آزمایشگاه برای تولید دنبو که روزه مفصلش هم خوندیم. حالا خودگی همون تولید مثل رویشی صحبتمون چی بود؟ تولید مثل رویشی بهتون گفتم نوعی تولید مثل غیر جنسیه که از بخش‌های رویشی گیا. آقا بخش‌های رویشی گیا کیه؟ ریشه، ساقه، برگ. برای ریشه مثلا درخت آلبالور دیدیم، توسط برگ صحبت کردیم براتون بنفشه آفریقایی. برای ساقه نکته‌ای که بهتون گفتم مهم بود اینه بچه‌ها، الزاماً اینکه یکی گیاهی توسط ساقش داره تولید مثل رویشی میده این به این معنی نیست که قطعاً این ساقه تخصص یافته‌تر داره. بهتون گفتم گیاهی میتواند توسط ساقش تولید مثل رویشی بده، مثل همون گیاه برگ ویدیه که این ساقه تخصص یافته رو نده. ولی اینجا چی اومدیم بررسی کردیم؟ یک سری ساقه‌ای اومدیم بررسی کردیم که اصلا تخصصی شده بودن برای تولید مثل غیر جنسی، مثل که مثل ریزوم که در زنبق دیدیش، گفتم زنبقه باید برات بولد بشه. قده سیب زمینی دیدیش، پیازو در گیاه پیاز، لاله، نرگس دیدی و ساقه روندی که در توت فرنگی که کامل با هم با نکاتش با تحلیل شکلش با هم داشتیم. این فعالیت هم بچه این پایین مونده بود، اینم بخونم براتون که دیگه گفتاری یک تموم بشه و دیگه دعات بکنم. فعالیت 3، فرض کنید از شما خواستن که با استفاده از یاخته مجزای نرم کنید گیاهی رو به روش اشتباه تکثیر بدید. این فعالیت رو بچه خیلی دوست دارم. لابله سوال داره زیرپوستی نکته بهت میگه. آقا فرض کنید که فلان اینا ماجرا نرماکنایی وسط داره اینو بهت میگه. یعنی اون یاخته‌ای بود که داریم صحبت میکنیم. بهت گفتم باشه ما آقا کیو برداریم بیاریم؟ هر کی دلمون خواست برداریم بیاریم. آره یاخته‌ای از بافتی که دوست داریم برداریم بیاریم. نه بهت گفتم باید زنده باشه، توانایی تقسیم داشته باشه. یادتونه بچه‌ها دهم با هم صحبت میکردیم سامانای بافتی و یاخته‌های سلادی میتونی برداری بیاری. پارانشیمه این ویژگیو داره، توانایی تقسیم داره، زنده است. برای همین اینجا داره ببین داخل پاکت بهت میگه. پس برای خودت تو جزوه داشته باش از یاخته پارانشیم باید استفاده کنی. حالا سوالش چیه؟ میگه توضیح داد این یاخته را چه سامانه بافتی جدا میکنه و چگونه این کار را انجام میده. سوالت هم سوال قشنگی. قالب بچه‌ها چی میگن؟ خب یاخته پارانشیم میخوایم. برای خودت نوشتی دیگه از این یاخته پارانشیم اینا میخوایم استفاده کنیم برای اون کشته بافتی یاخته رو بیاریم که اولا بهتون گفتم وقتی داریم میاریش ببین الان رفته تو یه سامانه بافتی کار داره میکنه، تخصصش تموز یافته است. اول باید تمزداییش بکنی، بعد بذاریش حالا تو اون محیط و داستان و اینا که بهتون گفتم بشه کالو یا هم استلان کالوسو که در نهایت برای خودت کش بدی. ولی اینو میخوام بهت بگم، میگه یاخته رو چه سامانه بافتی بریم جدا بکنیم؟ قاله بچه چی میگه؟ آقا تابلو دیگه، یاخته پارانشیمی از سامانه بافت زمینه. اینو دمت گرم، سامانه بافت زمینه میری جدا میکنی. فقط اونجا بود، یعنی تو نمیتونستی از سامانه بافت آوندی، چرا دیگه تو سامانه بافت آوندی هم بهت گفتم فیبر و پارانشیم میبینی. پس یادت باشه این سوال این جواب بنویس باشه که یادت باشه از سامانه بافت آوندی و سامانه بافت زمینی تو میتونی یاخته پارانشیمی نرمکنی رو بری بردار بیاری که تو کشت باف ازش استفاده کنی. انشالله تو جلسه برای که نمیسان خدمتون همه تو به خدای بزرگ بسپارم. یا علی.